خوشبختانه که ما در مورد اعدادی که حروف متغیر دارند دانستیم و قسمی که در ویدیوی قبلی دیدیم حروف متغیر را می توانیم توسط سیمبل ها نشان بدهیم و یا هم می توانیم از حروف استفاده بکنیم، بخاطر که قبلا نیز ما از حروف استفاده کرده بودیم و این می تواند که حروفی X, Y, Z, A, B باشد. معمولا ما از حروف لاتین استفاده می کنیم مانند تیتا، ولی در نهایت می توانیم که از هر سیمبل استفاده بکنیم. این قرار است که متفاوت باشد. شما می توانید که از هر کدام استفاده بکنید، ولی از بین همه اینها بیشترین استفاده را که در الجبر و در تمام ریاضیات دارد حرف X است، در حالی که از همه اینها به یک اندازه استفاده می شود، ولی استفاده از حرف X خیلی زیاد است و این یک کمی مشکل نیز خلق می کند. مشکل این است که شکل ظاهری X هم مانند علامه ضرب است و یا هم وقتی در حساب می خواهیم از آن استفاده بکنیم پس در حساب، و اگر بخواهیم که 2 ضرب در 3 بنویسیم می نویسیم که 2 X 3، ولی وقتی که بخواهیم در سوالهای ریاضی از حروف استفاده بکنیم و اگر قرار باشد که 2 ضرب در X بنویسیم و در آن سمبول ضرب استفاده بکنیم می شود که 2 ضرب در X و سمبول ضرب و حرف X با هم بسیار مشابه است، و اگر در نوشتن آن دقت نکنیم می تواند که برای ما مشکل ساز شود که آیا این 2 x x است و یا هم 2 ضرب ضرب. اینجا چه جریان دارد؟ بخاطر که این خیلی مبهم است. این یکی که اینجاست خیلی مبهم و مشکل ساز است و از این برداشت غلط نیست شده می تواند. ما متوجه شدیم که نباید از علامه ضرب استفاده بکنیم وقتی که عبارتهای الجبری را کار می کنیم، و جای آن به خاطر نمایش دادن علامه ضرب راهی دیگر را در پیش می گیریم که به جای نوشتن 2 ضرب در x می توانیم 2 نقطه x بنویسیم، و این نقطه را می خواهیم که خیلی واضح بکنیم که علامه اشاری نیست، این یک کمی بالاتر نوشته شده است و ما آن را نوشتیم تا بین این و حروف متغیر اشتباه نکنیم، ولی این خیلی واضح و روشن است که 2 ضرب در x. پس به طور مثال اگر کسی بگوید 2 نقطه x و x مساوی به 3 باشد، این همان چیز است که 2 را ضرب در 3 بکنیم. وقتی که x ما مساوی به 3 باشد، روش دیگر نوشتن آن این است که می توانید 2 را بنویسید و بعداً x را داخل قوس بنویسید در پهلویش. این نیز مفهومی 2 ضرب در x را ارائه میکنن. حالا یک مثال دیگر نیز کار میکنیم. اگر x مساوی به 7 میبود پس این 2 ضرب در 7 میشد که مساوی است به 14، و یک روش بسیار قدیمی برای انجام این کار نوشتن x در کنار 2 است، و گاهی میتوانیم که به شکل 2x نیز بنویسیم، ولی مفهومی 2 ضرب در x را ارائه میکنند. صبر کنید، چطور که ما همیشه به این روش کار نکنیم؟ خب این روش می تواند که برای ما مشکل خلق کند. در این حالت به جای نوشتن 2 ضرب در 3 بنویسیم 2 3، خب این به شکل 23 خواهد شد. مفهومی 2 ضرب در 3 را ارائه نمی کند و به این خاطر است که ما این کار را نکردیم، ولی اینجا زمانی که ما از حروف استفاده می کنیم کاملا واضح است که این بخشی از عدد است. این به مفهومی 21 چیز نامعلوم است، این به معنای 2 ضرب در x است. پس همه اینها عبارت های یکسان است. 2 ضرب x، 2 ضرب x، 2 ضرب x. پس با استفاده از این روش بیایید چند مثال دیگر نیز کار بکنیم. چند تا مثال بخاطر تمرین، و این شما را برای تمرین های بعدی آماده میکند که آنجا فرصت های زیاد را بخاطر تمرین به دست خواهید آورد. خب اگر بگوییم که 10 منفی 3 y چی است؟ و این مساوی به چند می شود اگر y مساوی به 2 باشد؟ هر زمانی که شما y را دیدید 2 را آنجا اضافه خواهید کرد، زیرا y مساوی به 2 است. خب میبینیم که y مساوی به 2 است و این عبارت ما می شود که 10 منفی 3 ضرب در 2. اول عملیه ضرب را انجام می دهیم. عملیه ضرب در اولویت قرار دارد، پس 3 ضرب 2 می شود 6 و 10 منفی 6 مساوی است به 4. یک مثال دیگر نیز کار میکنیم.
میگوییم که 7x منفی 4 را داریم. و میخواهیم که این عبارت را ساده سازی بکنیم. وقتی x مساوی است به 3 و هر جایی که ما x رو میبینیم به جایش 3 را جایگزین میکنیم، پس این عبارت ما 7 ضرب در 3 میشود. و میخواهیم که از این رویش استفاده بکنیم. پس 7 ضرب 3 منفی 4 را داریم و باز هم عملی ضرب را اولویت میدهیم بر جمع و تفریق. اول عملی ضرب را انجام میدهیم. 7 ضرب 3 مساوی است به 21، 21 منفی 4 مساوی است به 17. و خوشبختانه که حالا این یک کمی زمینه را ساخت و من از شما میخواهم که از این تمرین ها کار بکنید. این برای شما در حل نمودن تمرینات خیلی مفید خواهد بود.